شهروندان ایالت نیویورک روز سه‌شنبه برای شرکت در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پای صندوق‌های رأی می‌روند. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ پیروز این رقابت در کمپ جمهوری خواهان خواهد بود. در اردوگاه دموکرات‌ها هیلاری کلینتون نماینده سابق ایالت نیویورک در سنای آمریکا و سناتور برنی ساندرز زاده این ایالت برای به دست آوردن حمایت حداکثری نمایندگان حزبی رقابت تنگاتنگی دارند. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. شب گذشته داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از هر دو حزب شهروندان ایالت نیویورک را به حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی تشویق کردند. سناتور ساندرز که خود را یک سوسیال دموکرات می‌نامد تلویحاً خانم کلینتون را به حمایت از منافع مؤسسات مالی وال استریت متهم کرد. کارزاری انتخاباتی ما به خوبی پیش می رود زیرا که ما کارهای بنیانی برای آمریکا انجام می دهیم. ما حقیقت را بیان می کنیم. حقیقت این است که آمریکا داره یک نظام فاسد کمک مالی به داوطلبان انتخاباتی دارد و این مسئله دموکراسی آمریکایی را تضعیف کرده. خانم کلینتون از طریق کمک کننده های بزرگ مالی توانسته حدود 25 میلیون دلار جمع کند که حدود 15 میلیون آن را گروه های منافع خاص وابسته به وال استریت پرداخت کردند. خانم کلینتون که از سال 2001 تا 2009 یکی از دو نماینده ایالت نیویورک در سنای کنگره آمریکا بوده است، در نظر سنجی این ایالت نیز پیشتاز است. وی که در دوره اول ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما وزیر خارجه بوده، خود را شایسته تر از رقیب همحزبیش می داند و پیکان حملات لفظی را به سمت رقبای حزب جمهوری خواه نشانه گرفت. And if you will stand up for me and vote tomorrow, the polls will be open until 9 p.m. اگر فردا به من رأی بدهید و یادآوری کنم که صندوق‌های رأی تا ساعت 9 شب باز است، من برای احقاق منافعتان نه تنها در طول این کارزار بلکه در کاخ سفید نیز مبارزه خواهم کرد. تفاوت دیدگاه من با رقبایم چه درون حزب و چه با جمهوری‌خواهان بسیار است. من به دونالد ترامپ و سناتور کروز اجازه نخواهم داد که مطالبی که درباره افراد سخت کوش مانند مهاجرین میگویند را اجرایی کنند و برخلاف نظر سناتور کروز، ارزش‌های نیویورکی همان ارزش‌های آمریکایی است و من برای اجرای آن مبارزه خواهم کرد. آقای ترامپ میلیاردر و سلطان مستقلات که کمتر از دو ماه دیگر 70مین سال تولد خود را در ایالت زادگاهش نیویورک جشن می‌گیرد، خود را نجات دهنده اقتصادی آمریکا و برتر از دیگر رقبای همحزبی‌اش عنوان کرد. Tomorrow, get out and vote. We've got a vote. فردا بروید و رأی بدهید. ما باید رأی بدهیم. سناتور کروز در نظرسنجی ها محبوبیت کمی دارد و فرماندار کیسیک صرفا توانسته در ایالتش پیروز شود که اگر من در آن ایالت تبلیغات بیشتری میکردم برنده میشدم. انتخاب کروز یک فاجعه است. او حتی نتوانست به 50% رای در ایالتش دست یابد. او برای آمریکا و کارهایی که باید در آمریکا صورت گیرد مانند تجدید نظر در توافقهای بازرگانی مناسب نیست. انتخابات مقدماتی آمریکا تا ماه ژوئن ادامه دارد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.